من طلب دارم ازتون که قرار پسش بگیرم با سودش هم میگیرم. بالاخره نوید و حامد با هم دیگه روبرو میشن توی دفتر حامد که اونقدرم قشنگه والا از خونه ما هم راحت تره. سلام دوستان، خوش اومدید به فیلمولوژی. من امینم. ما اینجا درباره فیلم و سریال صحبت میکنیم. اگه هنوز یه فیلمولوژیست نیستی، یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا تو دنیای فیلم و سریال از همه زودتر اخبارو داشته باشی. بریم برای ادامه ویدیو که قسمت سوم گناه فرشته است. این قسمت از نظر پیش بردن روند داستان نسبت به قسمت قبل بهتر بود، اما بازم همون نکاتی که درباره کن بودن گفته بودم درباره همین قسمت هم صدق میکنه. هنوز سریال چیزی ارائه نداده که ما رو قانع کنه که چرا تو همون قسمت اول همه اتفاقات رو رو کرد. چیزی عجیب تر از اتفاقات دو قسمت اول نبوده که هیجان زده کنه مخاطبو، فقط موضوعات جزئی و حواشی داستان بوده که اکثرا هم دیالوگ محور بود. تنها چیزی که تو این قسمت باعث شد جذابیت سریال برامون بالا بره همون اواخر دیدار حامد و نوید بود. تنها جایی که دیالوگهاش نوید از یه حامد و نوید آتشین میداد و اون نوع بیان شهاب حسینی باعث میشد که فکر کنیم هر لحظه ممکنه توی همین چند دقیقه آخر یه اتفاقی، یه دعوای جدیدی را بیفته، جوری که اگه زمان سریال دستمون نبود فکر میکردیم حداقل یه ساعت دیگه از سریال مونده. بقیه سکانس هم که فقط یه کمی اتفاقات گذشته رو برامون روشن‌تر میکرد. خب واقعا اونقدر دیتای چرب و چیلی نبود که بگیم واو پس این اتفاق باعث شد شرط حال حاضر فلانه. تنها چیزی که میتونم درباره بخش فنی سریال بگم مثل همیشه خوش ساخت بودن فلان ها، دیزاین و طراحی لباس و نورپردازی اکثر صحنه عین دو قسمت قبل فوق العاده بودن. فقط تو بخش اصلاح رنگ ویدیو یکم با این قسمت مشکل داشتم. خیلی جا الکی رنگ رو سرد و بیروح کرده بودن و اکثر رنگ ها رو الکی حذف کرده بودن. تو بخش کارگردانی تدوینش هم که سیاسفید شدن صفحه قبل از تغییر زمان که معیارش روز اعدام فرشته است واقعا یه کار بی‌معنایی بود. یعنی اگه نبود ما با نوشته میفهمیدیم که زمان عوض شده و نیاز به این حرکت ابتدایی که دیگه حتی صدا سیما هم الان تو سریالاش ازش استفاده نمیکنه نبود. البته بمانه که نولان توی اوپنهایمر همین تکنیک رو دوباره زنده کرد، اما اونجا حال و هوای سریال و صحنه ها و موضوع کلا تاریخی که اون داستان اتفاق افتاده بود میبرد که شما حالا به هر بهانه‌ای که شده پلان ها و سکانس ها رو سیاسفید داشته باشید. اما اینجا گناه فرشته است، اصلا فضا شبیه اون نیست و ربطی بهش نداره و خب بیجا بود نیاد. و اما جزئیات، من فقط دو تا تئوری دارم که فکر کنم قبلا هم گفته بودم. یک، همه ماجرا زیر سر نویده، نوید باباشو کش که مال اموالشو سر این منشی به باد نده. یه احتمال هم وجود داره که شاید اون منشی مانیا همون دیبا زاهدی باشه و خب نوید خواسته که دوباره مثل باباش آتیش بپا کنه و سر حسادتی که نسبت به این خانواده داشته مهتاب رو از حامد پس بگیره و زندگیشونو به هم بریزه. و احتمال دوم اینه که همه ماجرا زیر سر اماده، در اون دیالوگهایی که بین اماد و امیر رد و بدل شد، سر طلبی که هر دوشون به حامد دارن. البته از اونجایی که حامد انگام خیلی غیر قابل پیش بینیه و یا مثلا حتی کاراکتر اصلی داستانش هم میکشه، بعید نیست یو همه داستان زیر سر یه فرد جدید یا مثلا حتی فرشته باشه. حامد انگاسیه، هیچی ازش بعید نیست. امیدوارم که تو قسمت‌های جدید اتفاقات جالب‌تری داشته باشین. منتظر ویدیوهای بعدیمون باشید. تا قسمت‌های بعدی فعلا خدا نگهدار.